روی موج، رادیوی ادوینتیستی در آسیا. سلام به شما شنوندگان عزیز. برای سعادتمندی و خوشنودی شما آغازگر برنامه امروزمان می شویم. برنامه های ما شامل سه بخش می باشند. بخش اول سلامتی که در آن ما به شما طرز حیات سالم، جلوگیری از امراض و غذاهای سالم را پیشنهاد می نماییم. بخش دوم اخلاق نیکو. چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد. بخش سوم نوری معرفت. رازهای نهانی نبوت ها در کتاب مقدس. پس با ما باشید. صدای امید با نوای امید. دلیل ها از عالم نباتات. خداوند در طبیعت برای سلامتی ما همه چیزها را مهیا ساخته است. عالم ناتکرار و رنگارنگ نباتات با خواص های مفیدش برای شما و خانواده ایتان. اگر شما خواهان این باشید که بدنتان فعالیت خوب داشته باشد، پس آن را با غذای سالم تامین نمایید. کیوی مقاومت ارگانیسم را می افزاید. کیوی میوه عجایب و غرایب است که معمولاً در دامنکوهای هیمالای و نه چندان پیشتر در زلندیای نو پرورش کرده می شود. این میوه حادثه های ناگهانی خوب پیشنهاد می کند. اولاً پوست پددار کم دقت جلب کننده آن مغز سبز تأثیر بخش را پنهان می کند. زیاده از 200 دانه های سیاهی خوردنی باب در هر یک دانه کیوی موجود است که نقش و نگاری رادیالی نادر را می بازد. لیکن عجایبی از همه اساسی کیوی در آن است که نسبت به دیگر میوه های سیتروسی از ویتامین اس خیلی بوی می باشد. خصوصیت ها و نشانداد ها. در ترکیب کیوی مقدار معتدلی کربوهیدرات ها در نمود قند 11.5%، سفیده 1% و کمتر از 0.5% روغن موجود است. از همه بیشتر دقت کس را عنصرهای زیرین در ترکیب کیوی جلب میکنند. ویتامین S. مقدار این ویتامین در ترکیب کیوی قریب 2 برابر بیشتر نسبت به افلاسون و لیمو میباشد.
فقط گوآوا و اتسرولا جهت داشتن ویتامین S از کیوی قوی ترند. دیگر ویتامین ها کیوی از ویتامین E اینچنین مقدار زیاد ویتامین های B6، B2، نیاسین، B1 و A بوی می باشد. فعالیت ها کیوی از جهت داشتن فعالیت ها که همین قدر در ترکیب تخم و از این بیشتر در ترکیب گوشت و شیر موجود است، شایان دقت است. کیوی و فیجه یکی از غنی ترین از جهت فعالیت میان میوه های تر و تازه می باشند. معدن ها کیوی یکی از میوه هایی که از معدن مخصوصا کالی، مگنی و آهن بای می باشد. کیوی مقدار معین میس میکرو عنصر دارد که در یک جایگی با ویتامین S برای هضم کردن آهن در روده کمک می رساند. غاز کلت چتکا در ترکیب کیوی غذاهای نخدار موجود است که بسیار از آنها حل شونده می باشند. در ترکیب کیوی غاز نسبت به میوه های تر و تازه و مانند سیب و آلو بیشتر است. برای بهتر درک کردن آن که کیوی از ماده های غذاده بایست، قید کردن به مورد است که نسبت به سیب 17 مراتبه ویتامین S، 6 مراتبه بیشتر منگان، 5 مراتبه بیشتر سفیده و 2 مراتبه بیشتر آهن دارد. کیوی برتریت های غذایی زیرین را تأمین می کند. با سبب در ترکیبش داشتن ویتامین S، سیستم سرایت ناپذیری را معتدل می گرداند که تأثیر آن با تأثیر دیگر ویتامین ها و معدن ها قوی تر می شود. برای همین هم کیوی نسبت به دیگر دارواری ها واسطه تأثیر بخشتر می باشد. استعمال دائمی کیوی اقلا در یک روز یک دانه به هر کسی که از تمام نمود بیماری های سرایتی در دوره خروج و صحت شوی اذیت می کشد فایده آور است. خون را بای گردانده در نوبت خود کمخونی را رفع میکند. کیوی میتواند با سبب در ترکیبش داشتن آهن، ویتامین S و میس اینچنین فولاد ها هنگام کمخونی فایده آور باشد. در حالتی که کمخونی از کمی آهن وابسته می باشد، این مخصوصا درست است. با مادر و جنین در وقت حامله‌داری کمک میکند. از سبب آنکه کیوی سیستم سرایت ناپذیری را انکشاف داده با پیدا شدن خون زمینه می گذارد، آن را هنگام حامله داری توصیه می دهند. علاوه بر این کیوی از فعالیت ها بای بوده برای پیشگیری کردن بعضی نقصان های مادرزاد ستون مهره کمک می کند. سطح خلیسترین ارگانیسم را پس می کند و بر ضد درد رگ های آرتریا مبارزه می برد. نخهای نباتاتی حل شونده ترکیب کیوی خالسترین روده ها را جبیده می گیرد و سطح خالسترین در خون را پست می کند. این یکی از سبب های درد رگ های آرتریا را که معیار زیاد خالسترین در خون می باشد رفع می کند. اینچنین کیوی از ویتامین های انتی اکسیدنتی و مانند S و E بای است که چسبیدن خالسترین به تنه رگ های آرتریا و پیدا شدن درد رگ های آرتریا را پیشگیری می کند. مقدار زیاد کالی و مقدار پست نتری در ترکیب کیوی پیدا شدن فشار بلندی را پیشگیری می کند. قبضیت معده را سبک می گرداند. از سبب آنکه در ترکیب کیوی نخهای غذایی حل شونده موجود است، قابلیت درونرانی ملایم را دارد که حرکت فکلی را در داخل روده آسان می گرداند. پرطاقتی را افزون می کند. آزمایش سیومی در دانشگاه پکین گذرانیده شده نشان داد که ورزشگرانی که کیوی استعمال می کنند نسبت به دیگر اعضایان گروه 24% پرطاقت ترند. تحقیقاتچیان این نتیجه را با بای بودن کیوی از ویتامین S و معدن ها نسبت می دهند. آماده کنی و استعمال در شکل تر و تازه
عادتاً کیوی را در شکل طبیعیش استعمال میکنند. میوه آن بسیار سخت است و آسان انتقال داده میشود. عادتاً کیوی را نیم پخته جمع‌آوری میکنند، چون که میوه از درخت کنده او بسیار خوب پخته میرسد. در کشورهای آسیای مرکزی بعضاً خشک میوه های بریده شده کیوی نیز موجود است. در حالت دسترس نبودن کیوی، از آن نیز استفاده بردن از منفعت خالی نیست. ثروت واقعی سلامتی است، نقطه های طلا و نقره. مهاتما گاندی. شنوندگان عزیز، پس بیایید حیات خود را با سلامتی و خیرات زیور بخشیم. برنامه های ما ادامه دارد، پس با ما باشید. بخش دوم، اخلاق نیکو. چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد. نامه‌های پدر. نامه 19. دوستی. سلام پسرم. دهه‌مان آرام است. در صحرا کار جوش می‌زند. در حقیقت مشکلی با تأمینات آب وجود دارد. در کانال آب کم، آب نوشاکی باشد با معیار تا نصف روزی داده می شود و خلاص. از همین سبب ما آب را ذخیره می کنیم، لیکن ما مایوس نمی شویم. حیات در مجرای خودش جاری است. در حالتی که حالا نیرو هست، خداوند نیز ما را برکت می دهد. در نامه قبلی در باره محزونیت از رفتار ناشایم دوستی نزدیکت بهروز نوشته بودی. هر آنچه در نامه درج نموده بودی من با دقت خواندم. تشکر پسرم که اندوه دلت را به من کشادی. تو از کردار دوستت رنجیده ای و کمی به خشم هم اومده ای. میدانی پسرم، دوستی این شرف مقدس می باشد. من فکرهای خودم را در باره دوستان اصیل، برای چی نه هر کس دوستی کرده می تواند، و در باره دوستی صادق می نویسم. ما بیشتر در باره حفظ کردن دوستی سخن می رانیم و هر گونه عقیده های بلندی گچکاری شده را نیز می شنویم. نظریوی هر یکی ما به طرز اعلی در این باره می دانیم، لیکن در حقیقت دوستی را نگاه داشتن چی معنا دارد؟ مناسبت های رویکی بی اساس را بنیاد کردن آسان، لیکن آنها از یگان سنجش گذشته نمی توانند و به مشکلات ها و بحران ها تا باور نیستند. در شبکه های اجتماعی اینترنت و در دانشگاه شاید تو را با نام دوستان زیاد احاطه کنند، اما کدام از ایشان دوست حقیقی است؟ یگان نفر. چرا؟ ما باید سازنده دوستی پاینده دار باشیم. نفرانی که دوستان اصیل ندارند خوشبخت نیستند. میدانی
تنهایی را به حسیات گرسنگی شبیه دادن ممکن است. این علامت نارساگی معاشرت با دوستان می باشد. چنانه که گرسنگی ما را وادار می کند برای رفع آن یگان چیزی بامزه استعمال نماییم. همچنین تنهایی نیز در باره احتیاج داشتن به دوست حقیقی آگاهی می دهد و ما را برای جستن دوستان اصیل وادار می کند. در خاطر دار، پیش از همه درک نمودن احتیاج به دوست حقیقی ضرور است. و تو چنین دوست را علاقه پیدا کرده ای. او نه به امر تصادف پهلوی تو جای دارد. تو را نه از برای نیکویی و جالب بودنش همچون دوست پذیرفته ای، بلکه در یک دیگر جانی گرانبهای پیدا نموده اید. دوستی این یک جان در دو تن می باشد. پیامبری با حکمت سلیمان باره گفته بود: دو نفر از یک نفر بهترند، چون که برای آنها از محنتشان موزد خوبی پیداست. زیرا اگر یکی از آنها افتد، دیگری از آنها رفیق خود را بر می خیزاند. ولیکن وای بر حال آدمی تنها، وقتی او فرو افتد و کسی نباشد که او را بر خیزاند. و این چنین اگر دو نفر یک جا بخوابند گرم می شوند. ولی یک نفر چی گونه گرم شود؟ و اگر با یکی از آنها کسی هجوم کند، هر دویشان با وای مقابلت می کنند و رشته سقبته بزودی کنده نمی شود. لیکن حتی دوستانی که به تو نزدیک و محبوبند بعضن می توانند تو را رنجانند. هرگز برنجیدن و خفه شدن شتاب نکن. در خاطر داشته باش که آدمی کامل وجود ندارد. هر یکی ما در رفتار و خصلت کمبودی های خود را داریم. اگر کس تنها جویای دوستان خصلتان کامل باشد، او تنها میماند. دلبستگی میتواند دو جانبه نباشد، اما دوستی هرگز نه. دوستی حقیقی را قدر نما، چون که حیات به دوستی هیچ است. تو نوشته ای که دوستانی به شمار داری، لیکن پسرم وقتی گمان میکنی دوستانت زیادند، این معنی آن را دارد که تو دوست نداری. دوستانی اصیل و حقیقی را یافتن آسان نیست. این را حیات به تو بارها نشان خواهد داد. دوستی به گنجینه بی‌بهای شباهت دارد. تو در آن زیاده از سهمی گذاشته‌ات گرفته نمی توانی. پسرم، با حکمت و عاقلانه دوستانت را انتخاب نما. اکثریت آدمان با خواهش پذیرفته شدن با دیگران تقلید می کنند. دوستان با مفکوره تأثیر خود را می رسانند. از این رو انتخاب دوستان چی گونه شخصیت بودن تو را معین می نماید. در انتخاب دوست شتاب کاری نکن و با شتاب دوستت را ایواز ننما. دوست حقیقی را مدت طولانی جستجو می کنند. با مشکلی او را پیدا نموده با تمام قوت او را حفظ می سازند. تو خودت در حیات صاحب اختیاری. من باشم تنها به تو مصلحت می دهم و یا ممکن است مانع شوم. اما هر یکی ما حقوق انتخاب درست را داریم. انتخاب خود را نما و دانسته باش پسرم. دوستی حقیقی این آمادگی به فداکاری برای نزدیکان است و چون این دوستی در جهان کمی در کم است. با رفتار و خصلتت
در حیات اثبات کن پسرم که دوستی حقیقی در جهان وجود دارد. با محبت، پدرت. گرامی‌ترین ارزش خانوادگی اخلاق نیکوست و همانا با ارزشمندترین بنیازی عقل است. اینجا افغانستان در موج رادیوی ادونتیستی آسیا. اینجا ما می توانیم برای خود از کلام خداوند حقیقت ها را دریابیم. با تعیین کردن حوادث آینده و افتتاح راه نجات در صفحه های کلام مقدس، حق تعالی ما را تنها نگذاشته است. ما شما را به آموزش این گنج بی‌بها دعوت می نماییم. اکنون با هم می شنویم که خداوند چیزی را به آدمان آشکار و تعیین کرده است. وحی امید بخش. یک چند سال قبل در یکی از دانشگاه های معروف طبی درجه طاقت فرسای انسان را نسبت به استرس تحت سنجش قرار می داد. تحقیقاتچیان می خواستند استواره انسان را در حالت استرس بیاموزد. آستانه مکمل استرس تا کجاست؟ آنها این سنجش را با اشتراک بره ها می خواستند بگذرانند. آخر گذاشته 14 آلمان بره ها را در طویله ماندند که تحت نظارت بود و در آنجا بودند. در هر یک آخر جریان سیم پیوست کرده بودند. هنگامی که بره به نزدیکی یکی از آخر رفته کاه می خورد، به آن آخر جریان برق را روان می کردند و بره ترسیده از این آخر به آخر دیگر نزدیک می شد. هر باری که او از یکان آخر کاه می خورد، از شدت جریان برق دکه خورده جایش را عوض می کرد. تا آنکه همه آخرها را دید و بدون کدام چاره در میان بینا استاده از ترس می لرزید. بعد از گذشت چند لحظه بره هلاک شد. بعدن آلمان بره دوم را در آن طویله داخل کرد. لیکن این بار بره تنها نبود. همراه مادرش بود. وقتی کاه خوردن شد، بره به آخر نزدیک شد. آلمان به آن آخر شدت جریان را وصل کردند. بره با نگاه هراسان به مادرش می نگریست و به آس می زد. در جواب او مادرش نیز به آس می زد و بره دوباره به خوردن کاه شروع کرد. هر باری که قوه جریان دکم خورد، به سوی مادرش فریاد کنان می دید. و در جواب گویا دلداری مادرش را شنیده دوباره به کاه خوردن شروع می کرد. و آلمان تحقیقاتشان را خاتمه بخشید. آنها نمی دانستند که چگونه جواب سوالشان را دریابد. فرق میان بره اول و بره دوم در چیست؟ بره اول جای گریز نداشت و تنها بود. و در وقتی خطر کسی نبود که در پهلویش باشد. بره دوم خود را در بی خطری حس می کرد. به خاطر که تنها نبود. در کنار مادرش بود. در کنار کسی که می توانست اندوه او را بردارد. زمانی که ما در استرس باشیم، که می تواند اندوه ما را بردارد؟ که می تواند گناه ما را بردارد؟ و کی می تواند ترس و بیم را از ما دور کند؟ که می تواند در کنار ما باشد که ما احساس امنیت کنیم؟ آیا پناهگاهی وجود دارد که از سختی های زندگی در آنجا پناه ببریم؟ آیا هست مکانی که از مشکلات پنهان شده مریضی روان خود را متداوی کنیم؟ کتاب وحی عیسی مسیح را با تمام جلال و شهامت نشان می دهد. در اصل کتاب وحی باب 1:1 وحی عیسی مسیح وحی او را باب 1:5 شاهد امین نخست زاده از مردگان و فرمان فرمای پادشاهان زمین می نامند. او از قبر گذشته است. برای همین می تواند نفرانی را که نزدیکان خود را از دست داده اند تسلی دهد. او تمام قدرت و نیروی عالی آلمان را دارد.
در کتاب وحی باب 12 آیه 5 گفته شده است. او پسر پیدا کرد که او با عصای آهنین خود چوپان همه خلق باشد. او طفلی که تولد شد. او نجات بخشی که به تمام وسوسه های شیطان ظفر یافت. ادامه می دهد. وحی باب 12 آیه 5 و پسر او به سوی خدا و تخت او برده خواهد شد. مسیح به آسمان صعود کرد. او زنده است و می تواند تمام تشویش های ما را بگیرد. او حاضر است حاجت های ما را برآورده کند. در کتاب وحی باب 14 گفته شده است عیسی باز می گردد تا اینکه حاصل های زمین را جمع آوری نماید. وحی باب 14 آیه 14 و نظر انداختم اینک ابر سفید و بر ابر کسی مانند پسر آدم نشسته است که بر سرش تاج طلا و در دستش داسی تیز دارد. او تمام کسانی که به او ایمان آورده اند جمع کرده به آسمان می برد و جهان را به طور ابدی از گناه و گناهکاران پاک می سازد. وحی باب 19 او را همچون عیسی پادشاه ظفر آنی که سوار اسب سفید است و این رمز غلبه و پیروزی می باشد. او آن نفری است که هرگز مغلوب نگشته است. سرلشکری که در یگان نبرد شکست نخورده است. او آن نفری است که کلن شیطان را نیست و نابود می کند. از باب 1 تا 22 وحی قهرمان اساسی خود را نشان می دهد که نام او عیسی مسیح می باشد. لیکن از تمام رمز و نام هایی که در کتاب وحی متعلق به عیسی است، رمزی برای ذبح شده بسیار نمایان و پرارزش است. این نام از همه زیاد بیان گردیده شده است. در کتاب وحی مسیح 27 مراتبه همچون بره معرفی شده است. وحی باب 5 آیه 6 و نظر انداختم اینک در میان تخت و آن چهار حیوان و در میانه آن پیروان بره مثل که در حال قربانی شدن است. بره مثل ذبح شده خون‌آلود در آسمان نازل گشت و در میان تخت استاد می شد. وحی باب 13 آیه 8 مسیح بره ذبح شده از ابتدای عالم نام دارد. در ابتدا در شورای الهی پدر و پسر قرار دادند که بشری در گناه افتیده را نجات دهند. در وحی باب 12 حیوانی مثل اژدها و مقابل بره هجوم کرده و بعداً با پیروان او در نبرد می شوند. لیکن آنها بر او غالب می شوند. وحی باب 12 آیه 11 آنها بر او به وسیله خون بره و کلام شهادت خود غالب آمدند. شنوندگان عزیز، در لحظات آخری برنامه قرار داریم. برای شما از بارگاه منان، صحتمندی و تندرستی، اخلاق نیکو، نور و معرفت الهی خواهانیم. تا برنامه دیگر شما را به لاح پاک می سپاریم.